با نام یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به خبرگستری دیگر از شبکه تلویزیونی استقلال. شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، حادثه بزرگی که سرخط همه خبرها شد و تمام رسانه‌های جهان را بازتاب دادند. یک مسئله بسیار مهمی که پیکره جامعه اسلامی را هم متاثر ساخت. بسیار از جامعه اسلامی این حمله ناجوان مردانه را محکوم کردند و همین قضیه باعث شد که اتحاد نسبی هم شکل بگیره، اما بر همین لحاظ تأثیراتی را هم داشت در منطقه آسیا، در منطقه خاورمیانه. تأثیرات بسیار زیادی روی حکومت‌ها، روی سیاست‌ها، روی عوامل نظامی و جنگی که الان عملاً شکل گرفته و ادامه دهنده هست و ممکنه هر آن بزرگتر بشه و وسیع‌تر. و همین وسعت جنگ باعث این شده که بسیاری از تحلیلگران جهانی از این قضیه بترسن و تعبیر شود به جنگ فراگیری که ممکنه به یک جنگ بسیار بزرگتر و به مانند جنگ جهانی دوم و که شکل سوم از او باشه، ورژن سوم از او تشکیل داده بشه. این مسئله بسیار مهمی هست. در اصل همین شهادت اسماعیل هنیه در تهران بسیار از ابهامات را با خودش داشته. بسیاری ها مباحث بسیار مهمی را هم در این رابطه مطرح کردند. بعضی از کشورها آمادگی برای انتقام را گفتند و خونخواهی که ایران مطرح کرده در مقابل اسرائیل. ایران و اسرائیل دو کشوری که سالها هست با هم سر ستیز دارند و در این اواخر این ستیز بسیار بالا گرفت. محمد سعید رضازاده استاد دانشگاه و حوزه در برنامه با ما هستند و صحبت خواهیم کرد. آقای رضازاده سلام به شما، خیلی ممنونم که وقت گذاشتید به برنامه آمدید. صحبت در رابطه با شهادت اسماعیل هنیه هست. ارزیابی شما از همین حادثه چه هست؟ حادثه ای که دو بامداد رخ میده در یکی از ساختمان‌های امنیتی در تهران، مقر و مرکز حکومت جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز رادیو تلویزیون و عرض درود و سلام دارم به ارواح مقدسه همه شهدا، مخصوصا شهدایی که در مسیر استکبار ستیزی به اسرائیل ستیزی در جبهات حق علیه باطل به شهادت رسیدن و مخصوصا این شخصیت بزرگ جهادی آقای اسماعیل هنیه که به شهادت رسید. خدمت همه ملت‌های مسلمان تسلیت عرض می‌کنم. عرض شد که حادثه‌ای که اخیراً اتفاق افتاد این در پیمانی ای بررسی بکنیم که بیش از 3 ماه است که از آغاز طوفان الاقصی که وجود آمده، بمبارتمان‌های شدیدی که دارن اسرائیل با همه وجود، با همکاران از اون و همچنین با وجود حمایت‌های همه جانبه آمریکا در ستیز بوده و خواسته که یکی از اون تبعات منفی که از طوفان الاقصی برای اینا ایجاد شده و کلاً دستگاه امنیتی و جاسوسی اسرائیل زیر سوال رفته، در بین وهیمنه اینها کاملا شکسته، خواسته خودش یک حرکت انجام بده که یه حرکت سبب بشه که تبعات تقلیل پیدا بکنه. البته همزمان با این یکی از فرماندهان بزرگ حزب الله به نام سید فواد شکر، ایشان هم یکی از شخصیت بسیار بسیار بزرگی بود که ایشان هم به شهادت رسید. یعنی همزمان با این دو تا عملیات به هر حال اجرا شد که این عملیات ها بسیار بسیار ناجوانمردانه و بزدلانه بود. مورد دومی که ارزیابی ما خواسته باشیم در این عملیاتی که اینو انجام دادم اینه که اولا خود دولت اسرائیل و مخصوصا کابینه که آقای نتانیاهو داره بسیار بسیار تحت فشار و شکننده هسته، مخصوصا خانواده های اسرائیل که در داخل اسرائیل هستن با راهپیمایی هایی که اونها دارن و تظاهرات هایی که علیه نخست وزیر خود دارن به شدت تحت فشارن، چون ایشان نمیتونه در اون جوابگوی ملت اسرار آزاد بکنه و در اون تر ناموفق بوده، لذا از این چنین موقعیت بری از حکومت فشار کم کن این عملیات را انجام میده. نکته سومی که هسته کاملا این عملیات را در داخل تهران انجام میده. همه بینندگان اطلاع دارم که آقای اسماعیل هنیه چندین بار ایشان مورد تهاجم به ترور قرار گرفته ولی ناموفق بوده. ولی چرا این حملات و چرا این ترور در بباشه و چرا این برحال عملیات در درون تهران به در داخل یک کشوری که بسیار امنه ایجاد میشه؟ یکی از اهداف این بوده که تقریبا او ارتباط نظام جمهوری اسلامی با حماس و با ملت فلسطین که قطع بکنه، یعنی یک شکافی ایجاد بکنه در بین ملت‌های مقاومی که در مقابل استکبار به اسرائیل ایستادن که محورش هم جمهوری اسلامی ایرانه. اما استاد در همین جا یک مطلب به وجود میاد. یک عده از کارشناسان میگن هدف اسرائیل از همین حمله ای هست که پای ایران رو هم به میدان بکشه به صورت مستقیم. اگر ایران وارد میدان شود چه خواهد شد؟
این نکته میخواستم همینجا بگم که یکی از اهداف هستی که در تهران این کار ایجاد میکنه هم شکافه، هم اسرائیل بسیار بسیار به لحاظ زننده که امتهای اسلامی تسنن و تشیع در کنارم قرار بکشن. شما وقتی که در یک برحال مراسمی که خواسته که بیرون ریاست جمهوری اسلامی ایران هسته از کشورهای متعدد و نمایندگان ملتهای متعدد و از ملتهای مقاوم اینجا حضور پیدا میکنم، قطعا اقامه نماز برحال بر پیکر شهید هنیه و همچنین با حضور فرزندان از او و خیلی از ملت‌ها و نماینده‌های سیاسی، این بزرگترین شکسته بود که به او توطئه که اینها داشتن او توطئه خونسا شد. بله، یکی از چیزایی که برها مدت‌ها در مناطق مختلف در مواقع مختلف اسرائیل دنبال از بودی که ایران رو مستقیم وارد جنگ بکنه، اما با او ظرافت‌ها و دیدگاه‌های سیاسی که در رهبری ایران است و در ملت ایران هست، قطعا اینها تونستن این نقشه‌ای که هم ایجاد شکاف بین ایران و ملت‌های مقام بود ایر خونسا بکنن و هم ایران وارد جنگ به این سبک نشه و همچنین او چیزی که اینا می‌خواستن بین تشیع و تسنن ایجاد نفاق بکنن، این ترچکار شد، خونسا شد. خیلی خوب، حالا بعدن چی خواهد شد؟ آیا در قبال این حرکتی که یک شخصیتی آمده که نخست وزیر ملت فلسطین، فراموش نکنیم ضمن از اینکه رهبر سیاسی هست و عنوان رهبر یعنی سیاسی بخش حماس هست، نخست وزیر ایشون عنوان نخست وزیر یک ملت آمده، ما دولتی در اسرائیل نداریم، دولت او دولت دولت جعلی، دولتی که میگه ملت مشخص، محدودی مشخص، سرزمین مشخص، جغرافیای مشخص داره، شما در فلسطین نداریم، اصلا یک رژیم هم تعبیر نداره، دولت هم تعبیر نداره. خب اینا آمدن با پاسپورت دیپلماتیک، یعنی کسی که با پاسپورت دیپلماتیک وارد کشور میشه از حیث امنیتی در امانه از همه جوانب. و از این طرف پروتکل بین‌المللی هم اینه که در یک کشور که اینچنین مسافرت دیپلماتیک ایجاد میکنه نباید کار صورت بگیره. اصلا این حرکتی که اینا انجام دادن، او چیزی که در مقابل، او چیزی که اعلان شده از طرف ملت ایران و از طرف رهبری اعلان شده و از طرف ملت‌های مقاوم هم یمن و هم حزب الله اعلان شده، اینی که به حال این انتقام خون گرفته بشه، یعنی بحث خونخواهی، کی بحث خونخواهی با دو تا عملیات دیگه فرق داره که با در فرصت صحبت مل در اون رابطه صحبت خواهیم کرد. اما یک مسئله که بسیار مهم هست، اسرائیل داعیه کشته شدن و به شهادت رساندن محمد زیف را هم داشت که رئیس نیروهای قسام باشه در درون فلسطین، اما این دروغ عذاب در آمد و فهمیده شد که محمد زیف زنده هست. تبعاتی داشته همین حمله، تبعاتی داشته، بسیاری ها آمادگی کامل برای جنگ را گرفتن، بسیاری ها ترس از اسرائیلی شدن منطقه را داشتن و بسیاری حالا بسیاری از مسلمانان هم خوشحال از این که اسرائیل داره نفسهای آخر خودش را میکشه. نظر شما چه هست؟ فکر میکنید چه حالتی رو خواهد داد با چنین حالتی که الان وارد مرحله جنگی شده و ای که اسرائیل خواهان از این هست که ایران را هم درگیر بکنه، در کنار این که از هر از چهار طرف خودش مورد محاصره نیروهای اسلامی قرار گرفته، ایران را هم میخواد وارد درگیری بکنه، این قضیه در کجا آب میخوره؟ ما عملا سفر نتانیاهو رو داریم با آمریکا، صحبت هایش با بلینکن رو میبینیم، صحبت هایش با شاه پسر شاه گذشته ایران رو میبینیم و بعد از او حادثات اینچنینی رخ میده و الان قرار هست که ایران هم نسبتا یک واکنش نشان بده. همه رسانه های ایران این روزها دایی ازی رو دارن که ما خونخواهی خواهیم کرد، خود رهبر ایران هم گفته که ما خونخواهی خواهیم کرد و این بار واژه هایش کمی تندتر بودن نسبت به گذشته. با چنین حالتی فکر میکنید چه قضیه ها رو خواهد داد اگر وارد چنین مرحله بشیم؟ این دامنه جنگ وسعت پیدا میکنه و وسعت این دامنه جنگ قطعا تبعات زیادی برای هر دو طرف داره. شما ارزیابی و پیشبینی و یا هم تحلیل شما از همین اوضاع چه هست؟ عرض بود که اسرائیلی که در این سالها ما یک بررسی میکنیم و تبیین میکنیم موقعیت فلسطینی با او اسرائیلی که در مقابل کشورهای عربی ایستاد شد و همه حمله کردن به اسرائیل و همه شکست خوردن، و او اسرائیل تا اسرائیل فیلی بسیار بسیار فرق میکنه، با ای که با تجهیزات جاسوسی در خیلی از کشورهایشون نفوذ داره و در خیلی از مناطق نفوذ داره، اما نگاه کنید شما، اسرائیل نتونسته با اهدافی که تقریبا بیش از 40,000 از مردم فلسطین به شهادت رسونه که فقط 13,000 کودک هستن، نتونسته به افراد به اهداف مورد نظر برسه. ما اگر خواسته بیم جنگ الان پیش بینی بکنیم، لازمه که یک تحلیل بکنیم به موقعیتی که فعلا اسرائیل داره. با گذشت چندین ماه
با اینکه خیلی از آپارتمان ها زیر ساخت های ملت فلسطین رو کاملا خراب کرده و مردان رو شهادت رسونده، اما این ملت مقیم همچنان در مقابل اسرائیل ایستاده. به یکی از هدف نرسیده، یک میخواسته اسرائیل رو آزاد کنه، نتونست آزاد بکنه، میخواسته حماس رو کاملا از بین ببره و موقعیت جغرافی حماس رو از کشور بکشه بیرون و ملت به حال غزه کاملا وارد کشورهای عربی بسازه که بتونه پاکسازی بکنه، به این سه تا هدف نرسیده. خب حالا که به سه تا هدف نرسیده، ما در پیش بینی، ما در سه ماه اول پیش بینی بود که اسرائیل کاملا از بین میره. تنها کشوری که متاسفانه در کنار از ایستاده با همه امکانات ورود پیدا کرده خود کشور آمریکا. شما نگاه کنیم که به هر حال مقامات اسرائیل گفتن ما قبل از حمله آمریکا را اطلاع دادیم. آمریکایی‌ها گفتن ما در جنین غزا بودیم، گرچه در بعضی جا گفتن ما حامی نبودیم. ولی خب سفر آقای نتانیاهو در همچو موقعیت وارد کنگره بشه، نماینده از او استقبال بکنم، چراغ سبز آمریکا رو ببینه و بعد از ارائه چراغ سبز آمریکا این عملیات در داخل ایران انجام بده. ما میخوایم بگیم که آمریکایی که پشت سر اسرائیل ایستاده، آمریکا و اروپایی که نتونستن در اوکراین به نتیجه مطلوب برسن، اونهایی که پشت سر اسرائیل بودن نتونستن در قضیه فلسطین به اسرائیل به اهداف مورد نظر برسونن، در این جناکام بودن، بعد از اون که قوت و قدرت ندارم که اینا بتونم جنگ در همه کشورها بکشونن. من میخوام بگم اون چیزی که خوی طبیعت اسرائیلی هسته این چین عملیاته که هم در یک بار کنسولگیری ایران در داخل برهاد سوری انجام دادن و یک بار در داخل از فوق چیه؟ فوق از اینه که اینا این چین عملیات های جنایتکارانه خود از انجام میدن بزدلانه. اما او چیزی که در مقابل از هستن بحث ملت‌های، این خیلی مهمه. شما مقایسه کنید یک کشورهای اروپایی و یک کشورهای اسلامی عربی که اراده الهی در وجود از اینا و همت و شهامت و شجاعت نیست، بلکه غلام حلقه به گوش آمریکا هستن. اونا خب حاکمیتن، چین حاکمیتنه که برای دفاع از آمریکا هستن، ولی همه ملت‌ها در کنار ملت فلسطینه. شما ملت‌های اروپایی در طول مدت دیدیم، دانشگاه‌ها دیدیم، دانشجوها دیدیم. او چیزی که الان یکی از اثراتی که به هر حال این ترور جناب آقای یا شهادت جناب آقای اسماعیل هنی داشته این بوده که ملت ها بیشتر منسجم کرده، قدرت های مقاومتی ملت های مسلمان در یک پیمانه استاد شده که او پیمانه از هر نوع پیروزی اسرائیل و آمریکا نسبت به ملت ها او کاملا جلوگیری میکنه. این بیداری اسلامی و عربی یک بار دیگر ما بینیم که در درون کشورها چکار میشه؟ اتفاق میفته. این راهپیمایی که در اردن میبینیم، راهپیمایی که در قطر میبینیم، این راهپیمایی که در داخل کشور ترکیه میبینیم، خب بعد از این کشورها متاسفانه حامی اسرائیل هن. ارتباط سری با اسرائیل دارن، حامی اسرائیل هستن، ولی ملت های کاملا در مقابل حاکمیت ها. حاکمیت های عرب بیشتر از این نمیتونن حمایت اسرائیل رو بکنن، واسه که مورد انزجار و تنفر ملت های خود هستن. اسرائیل هم از درون پاشیده وضعیت اقتصادیش. خود آمریکا الان دیگه جز کسانی هست که با همون ثروتی که دارن و دیگه قرضش خیلی رفته بالا، یعنی توان دیگری بیشتر از او برای حمایت‌های کشور اوکراین و دیگران نداره. به نظر این میرسه که ملت‌های مقاومه همون طوری که یمن اعلان کرده، همون طوری که حزب الله اعلان کرده، همون طوری که جمهوری اسلامی ایران اعلان کرده، قطعاً در این دور یک انتقام سخت یا به تعبیر درستی که رهبری فرمودن خونخواهی با اون انتقام خیلی فرق میکنه. النفس و بالنفس در قرآن داره. شما نگاه کنید ایشان به داخل کشور ایران حمله کرده، یک و یک مهمان مسلمان دنجا به شهادت رسونده، قتل و در درون کشور. قطعا نوع عملیاتی که ممکنه علیه اسرائیل ایجاد بشه به این نحو باشه. در قبل چی بود؟ تنبیه بود. یعنی ایران قدردنمایی کرد در وعده صادق اول که ما قدرت داریم که از بین او گنبد آهنین از اون نفوذ بکنیم، اگر بعد رو رهگیری کنه میتونه به هر حال ورود پیدا کنیم، یک، و دوم به اهداف مورد نظر هم انجام بدیم. شما تمام عملیات هایی که یمن انجام داده، حزب الله لبنان انجام داده، به جمهوری اسلامی ایران انجام داده، همه عملیات هایی که در مناطق نظامی بوده، در سرزمین هایی بوده که اگر بخشی از مردم بودن، بعد مردم دیدن که مسلح بودن، همین مناطق فلسطین اشغالی که هست غالب از اینهای با همه عملیات هایی که بوده کاری کردن که گوش یکی از مردم خون نشه. اما در این عملیات باید طور صورت بگیری خون خواهی که هم کسی کشته بشه از اون جنایتکارانی که در این جنایت نقش داشتن
و هم یک تنبیه بشم که دیگه اجازه ورود این چنین تشبس و حرکت بزدلانه در انجام ندم. این حرکت حرکتی است بسیار حساب شده، طرفدار ملت های مقاوم و اصلا دولت های عربی اسلامی هستم در مقابل عملیات نمیتونم کاری آنچین انجام بدن. او چیزی که به هر حال هست اینه که یک بار دیگر همونطور که فرمودن پرچم اسلام امروز به دست مردم غزه و فلسطین است، احتزازی پرچم در این انتقام و در این خونخواهی یک بار دیگر چکار میشه؟ صورت میگیره. بله استاد، اما همینجا یک مطلب بسیار مهمی هست که اهمیت داره بهش پرداخته بشه. این که ما داریم میگیم که این بار یک حمله از جانب ایران صورت خواهد گرفت، قوی تر از گذشته و خونخواهانه، برداشت خونخواهانه در درون اسلام را هم شما صحبت کردید که چه برداشته هست. از این طرف ما باید منطقه را هم ببینیم، جهان را هم ببینیم. الان عملا میبینیم که اوکراین روسیه در حال صلح هستند. صحبت های از صلح اینها شنیده میشه، به یک بارگی زلنسکی 180 درجه تغییر میکنه و از موضع خودش برمیگرده، بعد از سفری که از آمریکا داره برمیگرده و صحبت میکنه که ما میخوایم صلح بکنیم. غرب و اتحادیه اروپا و آمریکا، در رأسش که آمریکا باشه و ناتو کلا اگر صحبت بکنیم، همه اینها دست به دست هم داده که جنگ اوکراین تمام بکنن. آمادگی بسیار شدیدی در مقابل روسیه دارن، نیروی بازدارندگی که قرار هست تا سال 2026 در آلمان اینها بتونن یک پایگاه‌های رو بسازن و یا هم زمینه‌ای رو بسازن برای اهداف روسیه، موشک‌های رو در اونجا مستقر بکنن. از این طرف هم جنگ اسرائیل رو ما داریم می‌بینیم با فلسطین که شدید جریان داره و این روزها متأسفانه مردم مظلوم فلسطین دارن تاوان این جنگ رو میدن. در کنار همین قضیه یک بار که او بر اگر صلح شود تمام قوای غربی پشت اسرائیل استادگی کنن و بیان پشت کار پای کار و بتونن اور تزریق بکنن، از جانب ایران با همین کشورهایی که الان در ارتباط هست، بیشتر با ملت ها در ارتباط هست تا حکومت ها. ما عملا میبینیم انصار الله یمن را، از اون طرف حزب الله لبنان را میبینیم، حماس را میبینیم، نیروهایی که در هشت شعبی عراق و در سوریه اینجا هست، اینها بیشتر نیروهای مردمی هستند تا حکومت ها. در جنگ ها هم حکومت ها هستند که سرنوشت جنگ رو تغییر میدن. با این حساب فکر نمی کنید که بلوک غرب دست بالاتری داره نسبت به بلوک شرق و بلوکی که الان من حیث یک محور ایجاد شده و ایران را مقاومت مینامه، با چنین حالتی اونها قوی تر باشن در میدان؟ از صورت که نه، به واسطه که بلوک غرب و کشورهای مرتجی عرب اینا در کنار آمریکا و اسرائیل و آمریکا هم در کنار اسرائیل ساخته شدن، در این مدتی که بمبارتمان کل ملت فلسطین نه نتونستن اسرائیل به اهداف مورد نظر برسونن. اروپای فعلی همو اروپای مزمحلیه که گرفتار دوچار اقتصاد مشکلات خودش از طرف ملت خودش، اونا او قدرت دیگر ندارن و در بعض از موارد اینقدر اسرائیل خط قرمز هار رعایت نکرده و تخطی کرده که حتی بعض از ایش کشوران توصیه میکنن بری بیشتر از این جلو نرفتن. یک نکته. نکته دوم، اون زمانی که قدرت ها و جنگ در دست دولت ها بود، دولت هایی بودن که دولت برحال ملت با دولت بود، یعنی حاکمیت با مردم بود، مردم با دولت هماهنگی داشتن. شما کدوم یک از کشورهای عربی شما الان میبینی که حکومت از اون مردمی باشه؟ کدوم یک از کشورها؟ اگر اونها واقعا مردم می داشتن، چرا این همه ملت در مقابل در قطر، در مقابل اردن، در مقابل حاکمیت راهپیمایی میکنن، در مقابل ترکیه راهپیمایی میکنن که ارتباط خود قطع بکنن؟ پس معلوم میشه قدرت ها دست ملت های ما. فراموش نکنیم ایمان ملت ها و اراده ملت های مسلمان که به این بیداری رسیدن و بیش از 75 سال قبل اول مسلمان به بیت المقدس و خانه امن انبیاء الهی در خود فلسطین به دست یک قده سرطانی هست، این یک داغی که در درون ملت های حاکمیت های فاسد طرفدار آمریکا و اسرائیل هیچ گونه ارزش و قدرت اینها ندارن. اینا بر گرده مردم سوارن، اینا حکومت های موروثی هن که اینا یک بعد از دیگر بعد از بین برن. خب وقتی این چینین کشورهای عربی خود از اون قدرت کامل ندارن و ملت های هم که حرف اول میزنن، کشورهای اروپایی هم که در جنگ اوکراین نتونستن اوکراین به پیروزی کامل برسونن، اونها مزمن شدن و گرفتار فشارهای اقتصادی خود از اونها دارن. نه خیر، او اتحاد اروپا
و اتحادی که بین کشورهای عربی اسلامی که با اسرائیل باشه از نوع ملت ها وجود نداره. اما استاد از نوع ملت هسته‌ای در ارتباطیم، یعنی جنگ بین دو کشوری که کشورهای هسته‌ای در مقابل کشوری که هسته‌ای هم نداره و فقط نیروی ملتی داره میشه. شما نگاه کنید همه کشورهایی که حامی بحث اسرائیل بودن از بمب های فسفوری استفاده کردن، از بمب های مختلف استفاده کردن، یعنی او خط قرمز ها کاملا گذروندن. آیا اونها چیز استعمال میکنن که خودشون از بین ببرن؟ یهود اعتقادش اینه که باید باقی باشه. وقتی که اولین بیمارستان فلسطین از بین بردن، مصاحبه کردن با نخست وزیر اسرائیل، کاخ شما میگه ندید اینجا دختر پسر کوچیک بودن، گفت اینا حیوانن، خدا اینا را آفریده در خدمت ما. وقتی که اونا بچه های مسلمان اونا را حیوان میدانن و برای بقا خود کار میکنن، واضح هم به دیگران بگوشم، هیچ وقت اونا از چیز استفاده نمی که خودشان از بین برن. الان خودشان اینا در سرشیبی هن. همین الان ممکنه به زودترین فرصت کابینه که آقای نتونه داره عوض بشه. همین اخیراً به هر حال یک رأی‌گیری که کردن، می‌بینیم که طرف مقابل از بیشتر موقعیت داره از این قسمت‌ها. به نظرم خود نخست وزیر اسرائیل در سرشیبیه برای از این که خود خود در پیش ملت خود خود بتونه به حزب ببینه نظر خوب به قدرت برسونه، این جنایت میکنه که بلکه یک برگ برنده بگیره. نه خیر، او چیزی که احساس میشه که اروپا و آمریکا و از این مقدار بیشتر از وارد فضای جنگ بشم، اصلا در همچو قدرت ندارم. او آمریکا آمریکای قبلی نیست، اسرائیل اسرائیل قبلی نیست، و از این طرف ملت های مقاوم بسیار قدرتمند شدن. شما الان کشتیهایی که اسرائیل در مسیر حرکت هستن و کشورهای که ارتباط دارن، خبر داریم که چقدر بزرگترین ضربه اقتصادی از نوعی به چای یمنی اینها خوردن. الان اکثریت کشورهای مناطقی که اشغالی هسته الان تخلیه شده، همین الان مردم در حال فرارن. خب وقتی که حاکمیت این چنین سست باشه، مثل تار عنکبوت کی میتونن؟ و الا این طرف هم به هر حال ملت های مقاوم و جبهه هایی که مقاوم از این ملت ها بوده بسیار در صدر قدرتمند قرار گرفتن و امروز خیلی از کارها به دست از اونها هست و عمده اینه که همین ملت های مسلمان با اینایم. به نظر من این قدرت نبت شما از قدرت اتمی اسرائیل، اراده ملت های مسلمان و ایمان مردم های مسلمان به مراتب زیادتره و او چیزی که شکل برندگیر داره و او چیزی که تعیین سرنوشت میکنه این چیزه، نه حاکمیت هایی که فعلا طرفدار آمریکا هستن. اینها به هر حال در حد میتونه مثال کمک بکنه. خب وقتی که در وعده صادق خیلی از کشورها برای رهگیری موشکای ایران ورود پیدا کرده بودن، همه کشورهای عربی قدرتمند، حتی به هر حال خود آمریکا و دیگران، اما خب وقتی که یک نظام با یک مردم با ارادت با یک رهبری الهی وقتی که تصمیم میگیره این چنین به هر حال حرکت انجام بده، میبینه که با موفقیت انجام میشه. و اینجا باید ما باشه که اراده الهیه و این وعده اراده الهی تحقق پیدا میکنه و این نصر مال همون ملت هایی که در وادی واژه مقاومت وارد شدن و اینا میتونن موفق بشن، همون ملت های مسلمانی که الان شما میبینیم که در مقابل اسرائیل استاده. این باز هم یعنی نیاز به واکاوی بیشتر داره. این که ما عملا الان میبینیم بسیار از تحلیلگران به این باورن که ضعف امنیتی و اطلاعاتی ایران را نشان میده حمله ای که بر اسماعیل هنیه رخ داد در درون تهران، اینکه سپاه نتونست مثلا و یا نظام جمهوری اسلامی ایران نتونست، حکومتش نتونست که جلوگیری بکنه از این حمله در حالی که یک حاکمیت هست و باید چنین کاری را انجام بده. از جانبی هم از اون طرف ما میبینیم که اسرائیل بسیار هارت و پورت داره که از هر جایی در هر نقطه‌ای از جهان که بر علیه ما کاری بشه ما به اونجا میرسیم و میکشیم. یعنی بن گویر عملا خودش میگه، وزیر دفاعش کاملا همین حرف رو میزنه که هر جایی که و از واژه کشتن استفاده میکنه، عملا خودش که هر کسی در هر جایی صدای بر علیه ما بلند بکنه و یا ضربه به ما وارد بکنه، به ما منظورش کلا همون هیته اسرائیل هست، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ نظامی، ما به او میرسیم و او را از بین خواهیم برد و میکشیم او را. با چنین حالتی از این طرف هم ما میبینیم که سردار حاجی زاده ای که در ایران هست، که رئیس حافظای ایران هست، ای صحبت میکنه که این بار اگر ما بخوایم موشک بزنیم هنوز تعدادش مشخص نیست، شاید بیشتر از اون چیزی که قبلا از گذشته قبلا بوده و خیلی از این مسائل، بیشتر یک جنگ زرگری را شاهد هستیم تا هنوز که اتفاق رخ نداده. حالا بسیاری ها هم منتظر از این هستن که بله ایران قطعا جواب خواهد داد، آمریکا عملا میگه در مقابل این جنگ در کنار اسرائیل هستم اعلام کردن در نشست شورای امنیت، انگلستان عملا ایران را مقصر این میدان دانست که جنگ را ایران داره
بیشتر میکنه و تشدید میکنه. همه این مسائل نشان دهنده این هست که اون بلوک کنار هم هست. در این طرف هم ما روسیه و چین را داریم که همپیمان هستن با ایران در صحبت های بسیار زیادی، در مجالس بسیار زیادی، حتی در درون سازمان ملل بیشتر مواضع ایران را یا به صورت اینکه خودشان را بی‌طرف نگه داشتن و یا هم در موضع ایران استاد شدن. اما این دو کشور بسیار بسیار منفعت محور هستند، هر دو کشور، هم روسیه و هم چین که قدرت‌های اصلی این منطقه هم فعلا همین‌ها هستند. اینها بیشتر به همین منفعت طلبی خودشان اهمیت میدن که ممکنه حتی اگر غرب منافع اینها رو تأمین بکنه، پوتین و شی جین پینگ دیگه بر علیه ایران موضع بگیره. چنین حالتی اگر رخ بده و این منافع این گونه ترسیم بشه برای جامعه دو سه ماه آینده ما، برای جامعه یک سال دو سال آینده ما که متلاطم هست همین لحظه و ممکن هر لحظه یک حادثه عجیب و غریبی رخ بده و سیاست ها تغییر بکنه و دیپلماسی تغییر بکنه، با چنین حالتی فکر نمی کنید که این ملت های مسلمان نابخردانه به میدان آمدند و ممکنه شکست بخورند؟ هر سبت که شما فرمودید که هر دو طرف شعار میدن، معیار محک زدن شعارها به عمل بهترین معیاره که نگاه کنیم که اینهایی که اسرائیلی که این چنین فرمان میده و هارتو پرد میکنم، چنین آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی که اعلان کرده که ما به هر حال با موشک ها اونها رو در مناطق مختلف میزنیم، شما اینا شعارهای دیگه. حالا میخوایم نگاه بکنیم که عمل چگونه میده. در مورد اول وقتی که جمهوری اسلامی این چنین شعار در وعده صادق اول داد، آمد عملیات خود انجام داد. اسرائیل همون زمان گفت که ما پاسخ میدهیم. تا چند روز همه منتظر بودن که پاسخ اسرائیل در مقابل وعده اول چی خواهد بود. یک ریز پرنده های پیدا شد در اصفهان، ولی هیچ گونه حرکتی که ضرر آفرین باشه نشون نداد. همین هارتوپورتار همون زمان هم اسرائیل میکردن، وزیر جنگ هم کرد، نخست وزیرم کرد، گفتن بعد از اون. همه جهان هم منتظر بودن، همه ملت ها فهمیدن که اسرائیل بیشتر از این قدرت تقابل و ادامه جنگ را نداره. همین الان اگه آمریکا دست بردار از حمایت اسرائیل چیزی نیست، این یک طرف قضایا. اما آنچه که جمهوری اسلامی شعار داد در عمل هم انجام داد، آنچه الان شعار میدهد در عمل هم انجام میدهد. بعد خب چرا شما میگید جبهه برای فقط جمهوری اسلامی؟ خب این ملت های مقاوم هم شما نگاه کنیم، یمن او هشدار لازم خورداد. شما چند وقت پیش یاد شما نگه یک عملیات عجیب اینها در داخل یمن انجام دادن به تعداد اینو کشتن. این راهپیمه این مردم در سعده به خیلی از جاها در روز جمعی چی نگاهی بود، چی همراهی نبود با بحث فلسطین و واقعا اون از رهبری خواستم که در هر قیمت میشه از موشک‌ها بعد در مقابل اسرائیل استفاده بشه و حتی اینها اعلان کردن گفتن ما تل آویو نشانه میگیریم. این قدرت در اینا هست، این قدرت. یعنی من میخوام بگم که ملت‌های مسلمانی که ما شما میگیم اینا تعبیر به مقاوم میکنیم، این ملت‌های مسلمان بیشتر جنبه دفاعی دارن. اگر اینها در مقابل میگن موشک علی موشک، چون موشک اسرائیل زده، چون موشک آمریکا زده. شما نگاه کنید در عملیات های جمهوری اسلامی در عین الاسد انجام داد و در خیلی از مناطق انجام داد، شما هیچ موردی نمی‌بینید که گوش یکی از مردم خون شده باشه. یعنی دیدگاه اسلامه. تمام عملیات هایی که حزب الله در مقابل کنام زنن، اخیرا جنوب لبنان زدن، مردم کشته شدن، به شهادت رسیدن، خانه ها از بین رفت، ولی تمام عملیات هایی که حزب الله در یا مناطق نظامی زده یا مناطق جاسوسی زده، این مبانی اسلامه. و همچنین یمن. یمن هم اگه کشتی زدی، کشتی بده که مربوط به تجارت های اونها بوده. یعنی وقتی که در ملت های مقام نگاه میکنه بر اساس مبانی اسلام اینقدر جنگ منظم و بر اساس دستورات ملت ها چون مدافع ملت ها هستن و او چیزی که طرف مقابل هستن حاکمیت های فاسدن که باید هستن، همیشه تقابل لازم در مقابل. اما در قسمت روسیه و چین شما نگاه کنیم که اخیرا یک جلسه شد در چین. بله. که همه رهبران فلسطینی با همدیگر تجمیع شدن و جمع شدن و اختلافات برکنار شد. روسیه و چین به هر حال در کنار ملت‌های مقاوم در علیه آمریکا ایستادن. خب آمریکا یک جنایتکار یک طرفانه طبیعی که خیلی در مقابل از ایستادن. ولی خب بیاد شما باشه که موقعیت روسیه هم اون موقعیت نیه که دیگه به سمت سوی آمریکا بره. اینقدر یعنی نامهربانی از طرف آمریکایی دیده و در موارد مختلفی دیده. و موقعیت چین هم خب بس تایوان دیگه در مقابل چین تایوان. خب وقتی که تا زمانی که بس فیلیپین و تایوان آمریکا اونجا دخالت داشته باشه در مقابل از اینا، هیچ وقت این زمینی آشتی بین از اونها وجود نداره. و ای که میگم
بران سرانجام سقوط اسرائیل و کشورهای اروپایی به مرور زمان آیسته به خود آمریکای فروپاشی به نظر میسه، او قدرت تقابلی که نخواسته باشن بیشترتر جنگ گسترش بدن اصلا ندارن، اصلا چیزی دیده نمیشه. میگم از کجا میگید؟ میگم آنچه که عمل کرده حمایتی از آن نسبت به اسرائیل در طول چند ماه بوده بهترین، بهتر از این ندارن. خب از این طرف نگاه کنید، در جمهوری اسلامی یک کشوره، یک کشوری که هم دولت مردان از هم ملت از هم مردم بسیار با آگاهی هستن، اکثریت کشورهای اروپایی یا بگم آنها بخشی از اروپای کشور اسلامی و بخشی از کشورهای مرتجع عرب که اینا همسو با آمریکا هستن و همچنین خب اسرائیل، همه و همه اینها در راستای ناامنی کردن جمهوری اسلامی مدت ها مدت ها، مخصوصا نیروی داعش، مخصوصا تروریست‌ها که در درون عراق بودن، خیلی از اینا همین رو دنبال بودم کشور رو نام بگذارم، نگذارم به اقتدار اصلی کشور برسه. خب از این طرف شما موارد متعددی هست که جمهوری اسلامی با او اشراف اطلاعاتی و امنیتی که در مناطق مرزهای مختلف داره خیلی از موارد در خونسا میکنه. خب بخشی هم ممکنه اتفاقات بفته که این چینه صورت بگیره، البته به این معنی نیه که ضعیف ضعیف باشه، ولی یک کشوری که این مقدار شما الان امتینی کشوری که در جان ببینید کشور جمهوری اسلامی ایرانه، ولی با این همه دشمنی که داره طبیعی که یک مقدار به حال اتفاقات میفته که همی هم باید در آینده چکار بشه، جبران بشه. خب لذا از این جهت میبینیم اقامه نمازهایی که میشه، برنامه‌ای که صورت میگیره، تجمعاتی که صورت میگیره، اکثریت از اون در امن و امانه و خب ایدلی برای نمیشه که اینها همچنین به هر حال در قسمت تأمین امنیت خود و ملت های مسلمان بیشتر دقت کنه، بیشتر توجه بکنن که بتونن این ملت ها بتونن انشاءالله به یک پیروزی نهایی انشاءالله در مقابل اسرائیل برسن. بله، یکی دو سوال پایانی برنامه هست. یک مسئله بسیار مهمی هست، موضع گیری امارت اسلامی هست. افغانستان و ملتش بارها و بارها ثابت کرده که در میادین جبهات حق بر علیه باطل مدام طرف حق بودن و جنگیدن، و ما ملتی هستیم که افتخار این رو داریم که بزرگترین کشورهای جهان و ابرقدرت‌ترین کشورهای جهان پیش همت این ملت زانو زده، از انگلیس و شوروی گرفته تا خود آمریکا. موضع‌گیری بسیار عجیبی هم داشت حکومت امارات اسلامی، حمایت قاطع انگار از حماس و صحبتی که در رابطه با هنیه شد و مسائل این چنینی. این موضع‌گیری نشان دهنده این هست که ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان هم عملاً بر علیه اسرائیل استادگی میکنن و اسرائیل را همان دشمن میدانن که فلسطینی ها میدانن. موضع‌گیری که داشتیم بسیار بسیار مهم بود، این که آقای مجاهد صحبت کرد در رابطه با آقای هنیه، آقای هنس حقانی عملا گفت که ما یک ضایعه بسیار بزرگ داشتیم و به نحوی جبران ناپذیر هست. اشتراک مولوی عبدالکبیر معاون نخست معاون رئیس الوزراء در قطر برای تشییع پیکر اسماعیل هنیه، اینها همه بیانگر این هست که این ارتباطات و این موضع‌گیری هست. چقدر این تاثیر گذاشته همین حادثه در درون افغانستان و این افغانستان و این ملت افغانستان طرفدار مردم مظلوم فلسطین هست و بر علیه اسرائیل اگر زمینش مساعد بشه آماده رزم میدن، با اینکه افغانستان خسته از جنگ هست، با اینکه تبعات سختی هم ممکنه برای افغانستان داشته باشه. ما عملا الان دستمان به جیب بسیاری از کشورها هست و اون کشورها هم بعضیشان حامیان اسرائیل هستند با این حساب، اما با آن هم یک موضع اینچنینی گرفته شده. فکر میکنید این موضعی که گرفته شده چه تبعاتی برای افغانستان داره؟ هر سبت که حاکمیت موضعی که گرفته هم در این قسمت و هم در کلیت بحث فلسطین و همچنین پیامی که از طرف رهبری امارت اسلامی در عید قربان بر حال رسید و در خیلی از مساجد تلاوت شد و قرائت شد، نمایانگر از این بوده که فلسطین بسیار قضیه مهمه و باید نهادهای مربوطه بره فکر کنن آنچه که ملتی که با همون سابقه شما گفتید که یک مبارزه بسیار طولانی با انگلیس داشتن، با شوروی داشتن و همچنین با آمریکا داشتن، این ملت یک ملت شجاع و نترس و مجاهده. حاکمیت فعلی هم با این موازی که اعلان کرده و حتی یکی از شخصیت‌ها در کابل چند وقت پیش گفت که باید اسرائیل محو شه، این موازی موازی هسته که زبان گویای مردمه. ما الان در شهادت آقای اسماعیل هنیه خیلی از تشیع و تصنع میبینیم ناراحتن، گرفتن، یعنی به هر حال منتظرن که حاکمیت چی برنامه داره، ناتان بربیزی چی برنامه داره، واکنشن. حالا حداقل یک واکنش، یک تجمع بزرگ، یک راهپیمایی بزرگ، یک اعلامیه، یک اطلاعیه. خیلی از مردم واظنن که اگه صندوق های
به حال حج و اوقاف امر معروف نهی میکنه نادایم مربوطه بره کمک به ملت فلسطینی که اشد ضرورت به کمک دارن، با اینکه مردم ما خیلی الان در فقر اقتصادی هستن و بسیار در فشار اقتصادی هستن، حاضرم اعلان بکنن توده مردم ایامدگی دارن. حاکمیت با این موازی که رهبریشون اعلان کرده میگره در این قسمت در کنار ملت و مردم قرار بگیرن، ولی خب موضوعی که امارت اسلامی اعلان کرده و ملت اعلان کرده، هنوز اون ملت فلسطین نیاز به استخدام نیرو از کشور اسلامی نداره، یعنی اینقدر توان و قدرت رو داره که خودش رو الان در مقابل از اون استاده. الان مردم اردن یک بار تا مرز آمدن، مردم عراق تا مرز اردن آمدن، اینا همه الان حمایت کردن از ملت فلسطین، ولی خب پذیرش این نیروها نشدن به اونجا. ولی اون چیزی که ملت فلسطین هم ای که باید دفاع بشه از ملت فلسطین، ملت‌های افغانستان، ملت افغانستان، ملت‌های کشور اسلامی دیگه، مثل که ملت پاکستان بیرون میشن، مثل که مسلمانانی که در هند، در کشمیر بیرون شدن، خیلی از کشور دیگه این انتظارات دارن از امارت اسلامی که با مردم همراهی بکنن زیر چتر امنیتی که خود حاکمیت میگیره یک سری برنامه صورت بگیره که مردم ادای تکلیف کنن. این مردم مشتاقن که روز اقامه نماز جمعه در مسجد الاقصی داشته باشن. این مردم اعتقاد دارن که سفر معراج در اونجا صورت گرفته. این مردم اعتقاد دارن که برن در اونجا بیت المقدس، در حرم امن الهی، در الخلیل، در جایی که ابراهیم زندگی کرده، اسماعیل زندگی کرده، خیلی از انبیا هستن، اون ببینن آخه جزئی از آثار تاریخچه هویت انبیا الهی و اسلام در همون جایی که سرزمینی که 75 سال به اشغاله. خب از این جهت ملت گامدگی کامل دارن، حاکمیت موضوع بسیار موضوع عالی بوده و انتظار دارم که در همراهی، اما این به این معنی نیست که خدای نکرده وضعیت بشه که وقت ناامنی کشورها به مراتب بیشتر بشه. چرا؟ واسه ای که ملت‌های مقاومه که امروز در کنار فلسطین هستن به حد کافی در کنار از اون هستن، ولی حمایت‌های مردمی، راهپیمای مردمی بسیار اثر بخش برای ملت فلسطین. او چیزی که خانواده شهید، شما اطلاع داریم که آقای اسماعیل هنیه از او سوال کردم که شما چقدر شهید دادی، گفت پیش نزدیک 60 نفر ما شهید دادیم. ایشان به رهبری ایران گفت آقا خانواده های هستن که بیش از 120 نفر 140 نفر شهید دارن. شما خبر دارید که آقای اسماعیل هنی در درون یکی از اردوگاه های آواره ها به دنیا آمده. خب 63 سال ایشان عمر داشته، بیش 63 سال عمر در مبارزه طی کرده، رئیس دانشگاه بوده، امام جمعه بوده، حافظ کل قرآن هم بوده. ایشان در لحظه قرائت تلاوت قرآن به هر حال موشک بهشون اصابت میکنه. خب ما وقتی که این چینی نیروهای مبارز فلسطینی میبینیم، جهاد اسلامی میبینیم و خیلی از اون نیروهای دیگه میبینیم، ملت ها و چیزی که از توقع انتظار از ملت ما و از حاکمیت ما اینه که در کنار ملت فلسطین بیستن، ولی با تجمعات، ولی با مساعدت ها، ولی با موضوع حمایت. این قدر اول از اینه که با حفظ امنیتی که در کشور ما داریم، وی امنیت نسبی خدا به ما داده، بتونیم انشالله این عدای وظیفه هم در این قسمت بکنیم. من حیث سوال پایانی اگر کوتاه لطف بکنید، پیشبینی شما چه هست؟ چه خواهد شد؟ او چیزی که بنده برداشت دارم، چون ایمان مردم و ملت های مسلمان بلنده تر از سلاح اتمی هست، سرانجام پیروزی ملت فلسطین با همراهی بیداری ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان که در جان آورده شده، بر حال خونخواهی با عظمت و سترگی که موجب خوشحالی خانواده فلسطین بشه از طرف ملت‌های مقاوم صورت خواهد گرفت و استکبار و آمریکا در مقابل بعد از این حرکتی که خونخواهی بشه همونطوری که قبلا نتونست کار بکنه هیچ کار نمیتواند بکند. او چیزی که هسته بیداری ملت های و ما همینطوری که ملاحظه میکنیم که پیش بینی شده، یکی از مراجع میگه که ممکن است سال آخر باشه، بعد از 20 سال، بعد از 25 سال، گفتم سقوط اسرائیل و یک قدس سلطنه ان شاءالله به تدریج دیده میشه، نهایتا پیروزی اسلام و او چیزی که از کربلا ما گرفتیم پیروزی خون بر شمشیر، شمشیر موشک هایی که هست که امروز در داخل سر ملت مینه و مظلومیتی که ملت دارم. اصلا امروز یکی از مصادیق کل و ارزن کربلا الان موقعیت ملت‌های فلسطینه. هویت از این ملت به حال اسلام خواهیه، همونطوری که امام حسین اسلام خواهی داشت. هویت ملت استکبار ستیزیه، همون هویتی که امام حسین داشت که هیهات من نزله. این سرانجامه و این نصر الهی شامل خواهد شد و انشالله این ما خوشبینیم به این موقعیت انشالله.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین و آقای رضازاده استاد دانشگاه که در برنامه با ما بودید. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده خبرگستر بودید. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.